با سلام و شب شما بخیر. به برنامه بازار استور نیوز خوش آمدید. سر خط خبر. افزایش 12% درآمدهای ملی کشور در 6 ماه اول سال مالی روان 102 میلیارد افغانی از سوی وزارت مالیه گرد آوری شده است. الی کنون یا تاریخ امروز که آخرین معلومات ما بود، ما 102 میلیارد افغانی جمع آوری کردیم. افزایش قاچاق و استخراج های غیر معیاری زغال سنگ. بازرگانان زغال سنگ از افزایش قاچاق و استخراج های غیر معیاری زغال سنگ خبر می دهند. کسایی هستند که 50 متر 100 متر زغال سنگ معدنیات را می کنند در آخر اعلام می کنند. رئیس مرکز عملیات استراحت گشایش پیکار توزیع بسته های کمکی. پیکار توزیع بسته های کمکی از سوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گشایش یافت. بیشتر از 800 فامیل ما در کابل توزیع داشتیم در همین چند وقت از زمانی که سیلاب های مثلا شروع شده. و مخالفت ها با طرح ساخت یک بند آب در لبنان. طرح ساخت یک بند آب در لبنان که انتظار می رود کمبود آب را در پایتخت این کشور جبران کند، با مخالفت باشندگان محل روبرو شده است. سرمیه محمدی هستم تا یک ساعت دیگر با تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان. در 6 ماه اول سال مالی روان 102 میلیارد افغانی از سوی وزارت مالیه گرد آوری شده است. وزارت مالیه بهبود شیوه های گرد آوری درآمد ها، ساده سازی روند گرد آوری مالیات و مبارزه با فساد را از علت های افزایش 14% درآمد های ملی کشور در مقایسه با 6 ماه نخست سال پار می گوید. پیش از این مقام های این وزارت گفتند که به علت های همچون فساد، فرار از مالیات و همچنان مشکلات در شیوه های گردآوری درآمدها تنها 35% درآمدهای ملی کشور را گردآوری می کنند. سخنگوی وزارت مالیه با دادن گزارشی از کارکردهای این وزارت در بخش گردآوری درآمدهای ملی میگوید که با گذشت نیمی از سال مالی این وزارت توانسته است بیش از نیمی از هدف تعیین شده را در بخش گردآوری درآمدها برآورده سازد. ما 102 میلیارد افغانی جمع آوری کردیم که در مقایسه با سال گذشته 12 میلیارد افغانی یا 14% افزایش نشان میده. از مجموع درآمدهای گردآوری شده در 6 ماه نخست سال مالی 1398 هجری خورشیدی 44 میلیارد و 170 میلیون افغانی، درآمدهای گمرکی 34 میلیارد و 880 میلیون افغانی مالیات و 23 میلیارد و 120 میلیون افغانی درآمدهای غیر مالیاتی هستند. وقتی که سیستم ما شفاف باشد، توسط الکترونیک باشد، جمع‌آوری بسیار شفاف و دقیق صورت می‌گیرد. در صورت اگر نظر به صادرات ما داشته باشیم و واردات داشته باشیم، طبعا عواید ما بالا میرن. در همین حال یکی از کارشناسان امور اقتصادی برآوردن شفافیت در روند گردآوری درآمدها و استفاده مؤثر از این درآمدها تاکید می‌ورزد. ازی باید در پروژه های ملی عمدتاً عایدزا و چش پروژه هایی که دوباره باید تولید بکنن و مفاد بر دولت افغانستان بیارن به مصرف برسن. بر بنیاد سند بودجه مالی امسال، وزارت مالیه تا پایان سال مکلف و گردآوری 188 میلیارد افغانی است که 54.2% این مبلغ در 6 ماه نخست امسال گردآوری شده است. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه. سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام، وقت شما بخیر. تشکر. ممنون. خانم مسجدی، در نخست بیان روی این افزایش در حدود 14% درآمدها از شما بپرسیم که سهم بیشتر را که شما تانستین درآمدها را گردآوری بکنین، کدام سکتور سهم داشته؟ هنوزم بخش گمرکات در صدر نخست قرار داره و عمدترین شیوه هایی را که شما عملی ساختین تا بتوانین درآمدهای بیشتر را گردآوری بکنین کدام مورد است؟ خب قسمی که شما گفتین، مالیات ما یا هم عواید ما به دو بخش عمده تقسیم میشه. یکی عواید به دست آمده از گمرکات است و یکی عواید به
به دست آمده خارج از گمرکات است که مالیات و غیر مالیاتی است. مجموع گمرکات اگر تنهایی بگیریم زیادترین عواید گمرکات جمع کرده، به تعقیب از او باز مالیات و بعد از او غیر مالیاتی است. مواردی که ما را کمک کرد که بتانیم امسال عاید بیشتر نظر به سال گذشته داشته باشیم چندین عامل بزرگ بود. یکی خوب از ساده سازی پروسه ها و هماهنگی بسیار خوب با سکتور خصوصی بود که ما به ولایت ها سفر کردیم، مواردی که اونا مشکل داشتن باشان صحبت کردیم و موارد خوبتر ساختیم. دومش موارد تطبیق بهتر تعرفه در گمرکات بود که بعد از اون کنفرانس تعهد با سکتور خصوصی نسبتا هماهنگی هم خوبتر شد و اجناس هم به درستیش به گمرکات می که باعث ازی شد که نظر به سال گذشته تنها در گمرکات ما بالاتر از 3-4 میلیارد افغانی عواید داشته باشیم. و در عین زمان تطبیق بیشتر به حساب خود قانون و مبارزه با فساد است که در اواخر اگر شما هم متوجه باشین یک جنجال سر یک مکتوب وزارت مالیه شده بود که گویا ما نظارت و ارزیابی ادارات دیگر هم مقطع میکنیم. هدف ما این بود که کاری که در ارگانهایی که در کارهای روزمره وزارت مالیه مداخله نکنه، این خودش باعث زیاد شفافیت و بهبود امور میشه که ما نمونایش در عواید خود برشان گفتیم. با این ادارات نشست ها کردیم که وزارت مالیه باید عموم مسئول درجه یک نظارت و کارکردهای ادارات عوایدی باشه، چون ما متخصص از این مسائل هستیم، در این مسئله کار میکنیم و به ما بهتر معلوم است چه رقم میتونیم عواید خود بیشتر خوبتر کنیم. پس چندین بود و چندین دلیل بود که تانستیم ما امسال نسبتا در یک حالت خوب روان باشیم. بله خانم مجیدی، اما پیش از این هم آنچنان که موین خود وزارت شما گفته بودن که در حدود 35% درآمدها را حکومت قادر است که گرد آوری بکنه و مطابقش بر گونه که هست حیف و مل میشه، چقدر برنامه های شما تاثیرگذار در این راستا هم بوده که شما بیشتر درآمدها را بتوانید گردآوری بکنید؟ از این 35% ما بالاتر بریم. من فکر نمی کنم که عواید که ما جمع آوری می کنیم 35% باشه. من نمیفهمم این صاحب ما در کجا و در کدام کانتکستی صحبت کرده، چون اگر ما عوایدی را که 189 میلیارد از سال گذشته جمع آوری کردیم، اگر این را ما 35% قرار بدیم، 100% از این بالاتر از 600 میلیارد افغانی میشه. جمع آوری 600 میلیارد افغانی مالیه ضرورت به یک نهاد یا بیس اقتصادی بالاتر از 40 میلیارد دلار داره و بالاتر از 40 میلیارد اقتصاد ما در حال حاضر جی دی پی یا متولیدات ناخالص کل کشور ما در حال فقط در حدود 20-25 میلیارد دلار است. پس با هیچ حسابی برابر نمیشه که ما بگویم 35. ولی یک چیز ما اقرار میکنیم که ما امروز شما موافق هستیم و این است که جای بسیار زیاد مانده تا ما بتانیم که عواید به درستی و چنانی که باید جمع کنیم باید جمع کنیم، چون مشکل داره، مشکل زیاد است. در بسیاری جاها ما اصلا دسترسی به مالیه دهنده نداریم. بسیاری از ولایات و ولسوالی ها ما نمیتونیم بریم مالیات. اما فیصدی شو بگوین که با چه مقدار شما نمیتونین گردآوری بکنین؟ اگر 35% رد میکنین پس چقدر شما نمیتونین؟ اون ما فیصدی را زمان گفته میتونیم که ما یک بار بتونیم 100% مالیات خود جمع کنیم، بار دیگه که وقتی از ما به حساب کم و زیاد میشه باز فیصدی بر ما معلوم میشه. فعلا گفته نمیتونیم، اما این را میفهمیم که ما آنچنانی که باید جمع آوری کنیم نمیتونیم. مشکل است و مشکل نه تنها که در مسئله امنیتی است، مشکل فساد است، مشکل هماهنگی است، مشکل قاچاق است، مشکل به حساب نادرستی در موارد گمرکی است. ولی ای که ما از سال به سال دیگه خوبتر و بهتر حرکت میکنیم، ای به این معنا است که ما در کارهای خود خوبتر کارکردگی کردیم و هر سال به سال دیگر موارد خود بیشتر و نزدیکتر به مبارزه با فساد کردیم و جدی گرفتیم و همین باعث از این میشه که ما سالانه هر بار که امروز شما صحبت میکنیم یک رقم بزرگتر نظر به سال گذشته میدیم. بله خانم مجیدی، من میخوام از شما بپرسم که عدم اعتماد مردم بالای کارکرد حکومت، بالایی که پول را که اینا به عنوان مالیه پرداخت میکنن به حکومت، در کدام بخش ها هزینه میشه، چقدر نقش داشته که مردم حاضر نشن به گونه که خودشان برن مالیشان بدون هیچ جبر، بدون هیچ کار، خودشان به گونه داوطلبی پرداخت بکنن؟ خب من فکر میکنم اول امی وضعیت کنونی در کشور باعث از این میشه که مالیه دهی به نحوه به نظر یک مالیه دهنده بعضی اوقات کار درست نبیایه، ولی فیصدی بسیار کمی هستند. من فکر کنم خود همین پرداخت مالیه در بسیاری از کشورهای دنیا مدت بسیار زیاد را گرفت تا به یک فرهنگ درست بدل شد. ولی آنچنانی که من فکر میکنم مردم ما باید بودجه ملی افغانستان از طریق شما و از طریق دوستای دیگه که در این مورد میتونن تشریحات بدن، ببینن که پول که تک تک از اینها جمع آوری میشه حتی این بسنده 50% بودجه ملی افغانستان هم نیست.
یعنی بیشتر از 50% بودجه ملی افغانستان کمک های خارجی هنوز تشکیل خب مشکل اساسی همین است، خواست مردم هم همین است که شما بگونه درست این درآمدها را گردآوری بکنین تا ما نیازمند دیگر به کمک بیرونی نباشیم. ما گردآوری به طور درست میکنیم، ولی نیاز افغانستان به اندازه‌ای است که با این پول نیاز برآورده نمیشه. شما فکر کنین ما هنوز هم به حساب پول نیروهای امنیتی خود که سالانه به 5 میلیارد دلار میرسه، این ما از کدام به حساب امو پیشه اقتصادی و از کدام بستر اقتصادی ما را من حیث یک تست جمع‌آوری کنیم؟ او از طریق مالیات در حالت فعلی امکان پذیر نیست. ولی آنچه که مهم است این است که باید ما اعتبار ملت با خود داشته باشیم و هر روز به این کار میکنیم، چون زمانی که مالیات دهنده به این معتقد شد که حکومت در برابر پولش خدمات ارائه میکنه که فعلا ما این کار انجام میدیم، آهسته آهسته خود با سیاسی میشه که پرداخت کنه. و سفرهایی که ما به ولایت ها داشتیم با مردم صحبت کردیم، نماینده ازی است که مردم اعتماد خود کرده و از روز به روز دیگه زیادتر میشه. همین باعث از این میشه که وقتی که اینا مالی خود زیادتر و خوبتر پرداخت میکنه، ما ارقام خوبتر و بهتر را بر شما داده میتونیم. بله خانم مجیدی، ما میخوام از شما بپرسم در 6 ماه نخست که شما تانستین که 102 میلیارد افغانی گردآوری بکنین، پس تا پایان سال مالی چقدر شما درآمدها را گردآوری خواهد کردین؟ هدف که ما در سند بودجه ملی افغانستان داریم 188 میلیارد افغانی است. سال گذشته ما تانستیم 189 میلیارد افغانی جمع‌آوری کنیم و نظر به حالت فعلی که ما پیش میریم، امید ما این است که بالاتر از هدف تعیین شده و بالاتر از 190 و 195 میلیارد افغانی برسانیم. اما کوشش ما به این است که هر چقدر وس و توانی که ما داشته باشیم باید مطابق به قانون در چوکات قانون، نه ای که فشارهای حق و ناق و خلاف قانون باشه، بلکه در چوکات قانون به هر مقدار بالاتر که ما دستیابی کنیم و نمور هدف خود تعیین میکنیم. حتی یک مقدار خاص را پیش خود تعیین نکردیم، ولی چیزی که در سند بودجه است و 188 میلیارد افغانی است که ما باید ایره به خاطر تطبیق پروژه هایی که در بودجه گنجانده شده داشته باشیم، ولی از اینکه هر چقدر بالاتر رقم به دست بیاریم و خوشبختی ماست. بله من اون سال آخر میخوام از شما بپرسم که صندوق جهانی پول هم یک سلسله اصلاحات از شما خواهان بود که باید در سیستم گردآوری درآمدها با وجود بیاین، چقدر این تعهدات شما تانستین که عملی بکنین؟ ما خوشبختانه برای بار اول بود که تمام تعهدات را که صندوق وجهی بین المللی پول به ما داده بود ایره برآورده بسازیم و امی بای سیزی شد که اونا اجازه دادن که افغانستان میتوانه از قرضهای سهل و آسان استفاده کنه و یک بسته سرمایه گذاری را حکومت ساخت که امروز شما در موردش صحبت کردیم در حدود 8 میلیارد دلار است و ان شاء الله ما کوشش میکنیم که از نهادها و کشورهای مختلف ما این پول را به دست بیاریم. تشکر، سپاس از اینکه همراه شدین. خیلی سپاس از شما. تا لحظات دیگر. نگرانی از افزایش قاچاق و استخراج های غیر معیاری از غال سنگ. به ادامه برنامه بازار خوش آمدید. در این بخش از برنامه بازار ما آخرین و تازه ترین تحولات از بازارهای افغانستان در اختیار شما قرار میدیم تا شما هم بتوانید به اساس این تغییرات و تحولاتی که در بازارهای افغانستان رو نما میشه معاملات روزمره تان را انجام بدهید. در نخست میبینیم که بهای مواد خوراکی چگونه است، چه تغییرات نسبت به روزهای گذشته تاکنون در بخش مواد خوراکی در بازارهای افغانستان به وجود آمده است. بله 50 کیلوگرم آرد در حال حاضر ما داریم که 1430 افغانی در بازارها به فروش میرسه که البته روزهای گذشته تا 1440 افغانی هم داشتیم که 50 کیلوگرم آرد در بازارها به فروش میرسید. 1 لیتر روغن در حدود 80 افغانی به فروش میرسد. البته در حدود 4 هفته میشه که یک ماه البته که بهای روغن تغییر کرده، از 75 افغانی رسیده به 80 افغانی. در حال حاضر 1 لیتر روغن به فروش میرسه. 1 کیلوگرم برنج سیلی اول داریم که 100 افغانی به فروش میرسه که تا کنون تغییر در این بخش به میان نیامده. 1 کیلوگرم لوبیا 85 افغانی به فروش میرسه. به همین ترتیب 1 کیلوگرم نخود هم 85 افغانی به فروش میرسه. 1 کیلوگرم شکر 40 افغانی در حال حاضر در بازارها به فروش میرسه. به همین ترتیب چای، بله 1 کیلوگرم چای هم 300 افغانی در حال حاضر در بازارهای مواد خوراکی افغانستان به فروش میرسه. خواست عمده شهروندان افغانستان همین است که حکومت بتونه از بازارها نظارت دقیق داشته باشد تا از گران فروشی ها در بازارها جلوگیری شود. و بهای نفت و گاز مایله میبینیم که چگونه است.
بله، 1 کیلوگرم گاز مایع 45 افغانی به فروش میرسه که روزهای گذشته، البته هفته گذشته داشتیم که در حدود 50 افغانی 1 کیلوگرم گاز مایع به فروش میرسید. 1 لیتر پترول هم 50 افغانی به فروش میرسه. به همین ترتیب 1 لیتر دیزل هم 49 افغانی در بازارهای مواد نفتی افغانستان به فروش میرسه. وقتی هم نگاه میاندازیم به بازارهای ارز افغانستان، بله، 1 دلار امریکایی 80 افغانی و 35 پول در بازارهای ارز افغانستان مورد تبادله قرار میگیره. 1 یورو داریم که در حدود 90 افغانی و 40 پول در حال حاضر تبادله میشه. به همین ترتیب 1 درهم مورد 21 افغانی و 55 پول مورد تبادله قرار میگیره. 1000 هندی 1150 افغانی تبادله میشه. به همین ترتیب 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 15 پول و 1000 روپیه پاکستانی هم 510 افغانی در بازارهای ارز افغانستان مورد تبادله قرار میگیرد. و بیننده عزیز، در این بخش از برنامه بازار همکارانم گزارش را در مورد معدنهای زغال سنگ افغانستان آماده ساخته است. آنچنان که بازرگانان زغال سنگ از افزایش قاچاق و استخراج های غیر معیاری زغال سنگ نگران هستند. آنان میگن که وزارت معدن و پترولیم هیچ برنامه‌ای را برای تنظیم و قانونمند ساختن استخراج معدن زغال سنگ ندارد. افزون بر این، بی‌برنامگی ها، مافیا و قاچاقبران کاربارشان را با رکود روبرو ساخته است. از سوی دیگر هم خود وزارت معدن و پترولیم میگوید که برای تشویق سرمایه گذاری های خصوصی در معدن زغال سنگ و جلوگیری از استخراج غیر قانونی و غیر معیاری در این بخش برنامه های را برای انداخته. اتحادیه بازرگانان زغال سنگ اینجا در مراسم گشایش این اتحادیه لب به شکایت و انتقاد از نهادهای گوناگون حکومت می گشاید. رئیس این اتحادیه می گوید که وزارت معادن و پترولیم در بخش زغال سنگ هیچ کاری نمی کند. شماره از کارمندان وزارت ترانسپورت اخاذی می کنند و افزون بر اینها مافیا و قاچاقبران عاملان دیگر بدتر شدن وضع کاروبار زغال سنگ و رکود سرمایه گذاری های قانونی در این بخش هستند. او سیستم در افغانستان هیچ وجود ندارد. کسایی هستند که 50 متر 100 متر زغال سنگ معدنیات را میکنند، در آخر اعلام میکنند. اگر ما به سیستم ملی و بین المللی استخراج کنیم، به سیستمی که انجنیرای دولت افغانستان از اینا نظارت بکنند، شاید ما سالانه 2 میلیارد افغانی به هوایی دولت اضافه شود. در طول سالیان متمادی معادن زغال سنگ ما به استانداردها استخراج نشده، ما تلفات جانی هم در وجود داشتیم، تعداد زیادی از کارگرها و کسایی را که در معادن کار میکردن شهید شدن. با گفته اعضای اتحادیه بازرگانان زغال سنگ، در ترازوهای تناژ بلند از هر موتر زغال سنگ کم از کم 100 دلار اخاذی میشود. وزارت ترانسپورت این گفته ها را رد میکند. ترازوها هم پول های فیزیکی از بین رفته و جمع‌آوری و همچنین جمع‌آوری و جریمه پولی دو ساعت توسط چکی بانک صورت می‌گیره که اولا پرداخت به بانک میشه و چکی بانک بر پرسنل ترازوی ما داده میشه. از سوی دیگر وزارت معادن و پترولیم از ظرفیت پایین شرکت هایی که در بخش استخراج زغال سنگ فعالیت دارند سخن میزند. سخنگوی این وزارت می افزاید که استخراج غیرقانونی هنوز هم یک موضوع جدی است، اما برای جلوگیری از آن این وزارت با نهادهای دیگر یک جا کار می کند. غیر قانونی کیندن موضوع او دی غیر خودسره کیندن موضوع یو جدی موضوع ده. په دې برخه کې هم موږ د محافظت کمیټې سره عملاً کار کوو ترڅو موږ هلته وتوانیږو چې دغه اجتماعي مشکل چې غیر قانونی کیندنی دی خودسره کیندنی دی مخه ونیول شي. پانګوالو نه موږ غوښتنه داره چې دوی د صنایع استخراج سکتور کې د پانګونې لپاره ځان برابر کړي. بر بنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم در حال حاضر 9 پروژه فعال استخراج معادن زغال سنگ در بخش های گوناگون کشور وجود دارند. بازرگانان میگویند بخش بزرگ زغال سنگی که استخراج می شود به پاکستان صادر می شود. آن هم در اوضاعی که پاکستان هیچ پیمان رسمی با بازرگانان کشور در این بخش ندارد. برای بحث بیشتر در مورد آقای سید شهاب‌الدین حسینی، رئیس اتحادیه بازرگانان زغال سنگ اینجا با ما در استودیو هستن. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام بر شما، به تلویزیون طول نیاز. ممنون آقای حسینی. میخوام که از شما بپرسم که
در کدام بخش ها در حال حاضر در معدن زغال سنگ استخراج غیرقانونی صورت میگیره و بیشتر زورمندان و مافیا در این بخش هستند که کار میکنند و زغال سنگ به گونه غیر معیاری استخراج میکنند و صادرش میکنند و کشورهای بیرونی هست جمله با پاکستان؟ فعلا افغانستان بالخصوص ولایت سمنگان که ما خود ما هستیم اونجا زندگی میکنیم بیش از 2 تا 3 تا شرکت که در اونجا قانونی استخراج میکنند و کسایی که غیر قانونی استخراج میکنند بیش از فکر کن 99% معادن زغال سنگ ولایت سمنگان غیر قانونی و غیر معیاری هستند که در جمله 3 تا شرکت در ولایت سمنگان بودند که با رکود روبرو شدند فعلا شکست خوردند و کار کردن نمیتوانند به علت از اینکه اونها سرمایه هنگفتی را سرمایه گذاری کردند به خاطر استخراج زغال سنگ افغانستان که به سیستم معیاری با ماشینری های بسیار بالا که اونها میخواستند استخراج بکنند و همه کسایی بودند که مثلا با بیل و کلنگش اینا را همه را با رکود مواجه کردند که فعلا استخراج بسیار ضعیف است که ما شاهدی بسیار ناگواری هستیم که در تلفات بسیاری داریم در افغانستان بلخصوص ولایت سمنگان چون که ما خود ما شاهد صحنه هستیم به این خاطر ما کوشش کردیم این ما باعث یک تاجر افغان که ما کار زغال سنگ در افغانستان میکنم اما ما هیچ فایده ای از زغال سنگ افغانستان تا نوز مصدی به دست نوردیم به خاطر این برمیگرده به چی؟ برمیگرده به اینکه به خاطر که دولت افغانستان توجه بیشتر به کار نداره اگر مثلا بتوانند تاجرین افغانستان مثلا مدنیات برای قرارداد بسپارد که تاجرین افغانستان مردم خود افغانستان سرمایه گذاری بکنند سطح استخراج ما هم بالا میرند ضایعات انسانی ما هم پایان میآید و ضایعات زغال ما در افغانستان بسیار پایین میاد بسیار ما ضایعات بالا داریم فعلا در افغانستان بله حسینی اما چرا وزارت معدن و پتروشیمی که مستقیما مسئولیت از اینا برمیگرده در این بخش نو کار را تاکنون انجام ندادن علتش شما در چه میبینید علتش ضعف دولت جمهوری اسلامی افغانستان است فعلا در ولایت سمنگان 2 تا معدن دولتی هستند که بیش از 200 کارگر دارند روزانه 20 الی 30 تن زغال استخراج داره بیشتر از این ندارد بیشتر از این ندارد وقتی که اگر مثلا قراردادهای معادن زغال سنگ افغانستان به اهلش بسپارد به سرمایه گذار تسلیم بکنن اونا کوشش میکنن خودشان که ظرفیت زغال سنگشان را بالا ببرن و تولیداتشان را بالا ببرن اما متاسفانه ما کوشش کردیم ما موفق نشدیم به عباره که در حال حاضر هم وزارت معدن و پتروشیمی میگه که اینا به خاطر تشویق سرمایه گذاری های خصوصی در معدن زغال سنگ و همچنان جلوگیری از استخراج غیر معیاری برنامه های را برا انداختن بله. شما شاهد چنین برنامه ای بله، بودین؟ بله بله ما فعلا اتحادیه زغال سنگ تاجران افغانستان ما تشکیل دادیم که بیش از 200 میلیون افغانی سرمایه در نظر گرفتیم که ما بتوانیم که از ضایعات انسانی و ضایعات زغال سنگ افغانستان جلوگیری شود و کارگرهای افغانستان مردم بیکار افغانستان باید اینجا دست به کار شوند خب این کار شما از کار را که از وزارت معدن و پتروشیم تاکنون شما مشاهده کردین چی هست ما فعلا چیزی را که ما از معدن پتروشیم مشاهده کردیم ما چیزی سود به دست نآوردیم اما اینا میگن که برنامه دارن دل قسمت برنامه را فعلا ما براه انداختیم که باید ما از طریق اتحادیه تاجران زغال سنگ افغانستان قراردادهای دولتی که از طریق دولت افغانستان صورت میگیرند باید به اتحادیه بسپارند که اتحادیه جلب توجه تاجران افغانستان و بیرون از افغانستان جلب توجه بکنند که ما ظرفیت خود را بالا ببریم بله حسینی اگر روی از این صحبت بکنیم بارها گفته میشه که زورمندان و مافیا در قسمت استخراج غیر قانونی اینا سهم بیشتر دارن این کسان مربوط به چی کسایی هستن آیا مقام های دولتی در کنار از اینا هست که اینا رو پشتیبانی میکنن که اینا دست میزنن به استخراج غیر قانونی و به هیچ کسی هم پاسخگو نیستن فعلا زغال افغانستان هیچ کسی پشتیبانی از این نمیکنه نه سرمایه‌دارش نه مثلا قماندانش نه کلانش صرف به خاطر از اینکه هر کی استخراج میکنه خودش یک قاچاق است به خاطر اینکه غیر معیاری استخراج میشه و غیر فنی استخراج میشه و غیر قانونی هست
در کنار از این در ولایت سمنگان اگر شما اشاره بکنین چقدر هراس افغانان هم اینا سم دارن در این هراس افغانان؟ هراس افغانان خو آدمی تو رو گفته نمیتونن که کسای هستن، اما بعضی مشکلات ما به وجود داریم. ما میبینیم که مثلا اگر توجه جدی از طریق دولت صورت نمیگیرن که مثلا موتورهایی که بلندتوناژ بار میشن از اونها چیزی پول حقز میشن که اونا رو اعلام میکنن، یعنی مستقیما در استخراج غیرقانونی سهم ندارن؟ مستقیم سهم ندارن. اون کسایی هم هستن که مثلا مدن در سر زمینشان از پشت خانهشان اونا استخراج میکنن، کارگر استخراج میکنن. حسینی پس بیاین روی ازی هم صحبت بکنین که راه حل چی است. وزارت معدن و پترولیم و حکومت افغانستان در کل چی کارهایی را در بخش معدن زغال سنگ در افغانستان باید انجام بدن؟ وزارت معدن افغانستان باید کوشش بکنن که قراردادهای معادن افغانستان را باید به تاجرین افغانستان بسپارن که اینها سرمایه گذاری بکنن و کوشش بکنن بله. که به معیاری و قانونی اینا را استخراج بکنن. بله تشکر، سپاس از اینکه با ما حضور رفتن. تشکر، موفق باشید. تشکر. لحظات دیگه کشایش پیکار توزیع بسته های کمکی. ادامه برنامه بازار خوش آمدید. پیکار توزیع بسته های کمکی از سوی وزارت دولت در مورد رسیدگی به حوادث آغاز شد. بر بنیاد این برنامه قرار است که بسته های کمکی، مواد خوراکی و غیر خوراکی و پول نقد به بیش از 3400 خانواده در سراسر کشور توزیع شوند. از سوی هم شماری از کسانی که در کابل از این کمک ها بهره مند شدند میگن که این کمک ها برای حل مشکلاتشان بسنده نیستند. رئیس مرکز عملیات اضطرار وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به هدف رسیدگی به مشکلات خانواده های آسیب دیده از حوادث پیکار توزیع بسته های کمکی را آغاز کرده است. معین این وزارت میگوید که قرار است روزانه در 5 ولایت و تا آخر ماه روان در تمامی ولایت ها این پروسه ادامه داشته باشد. وسو کسانو ته بدلتا لازم مرستی کیږي، یعنی سل کورنۍ به در برنسی ټول هیواد پکچه در ویزارا اتسو کسان به دربر نیسی. کابل، بدخشان، بامیان، بادغیز و اروزگان از ولایت های هستند که امروز این بسته ها که شامل مواد غذایی، وسایل آشپزخانه و پول نقد می شود توزیع می شوند. کسایی که متضرر شده بودن از حوادث طبیعی و همه ایشان کمک صورت گرفتن که بیشتر از 800 فامیل ما در کابل توزیع داشتیم در همین چند وقت از زمانی که سیلاب های مثل شروع شده. از سوی هم باشندگان کابل که از این کمک ها بهرمند می شوند برای حل مشکلاتشان این کمک ها را بسنده نمی دانند. این کفایت نمی کنه بخاطر از این حوادث زیاد شده، خانه های مردم ویران شده، بسیار متضرر شده. جای ندارم، جایداد ندارم، سیلاب کل خانه ما را خراب کرده، توشه قالین هیچ چیزی ندارم، کل کی گلا پر شده. بر بنیاد آمارهای وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از آغاز سال روان تا حال به بیش از 45 هزار خانواده در سراسر کشور کمک صورت گرفته است. این مورد بیشتر گفتگو میکنیم آقای احمد تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. آقای عظیمی، در نخست روی همین بسته های کمکی شما ما میخوایم از شما پرسم که این بسته ها شامل چی چیزهایی هستند و پول نقد که قرار است شما به کسانی که زیانمند شدن از سر سیلاب ها برشان بتین چقدر است و در ولایت کابل و ولایت های دیگر وضع کسانی که از سیلاب ها اینا متضرر شدن چیگونه است در حال حاضر؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و بیننده، شب همه بخیر. همون قسمی که شما مطرح کردین، ما روند توزیع یا روند کمک رسانی ما مقطعی نبوده و قسمی که مشخص است جغرافیای ما و افغانستان جدا از اینکه در برابر یک کشور حادثه خیز است، در برابر حادثه شدید آسیب پذیر است، به اون لحاظ ما از انواع حوادث متضرر هستیم، مواجه هستیم به انواع حوادث. این مبتنی بر یک فصل و دو فصل نیست، یعنی 4 فصلی که در یک سال است، ما در هر فصل با یک نوعی از حادثه یا با چندین نوعی از حادثه مواجه می باشیم و شما شاهد سیلاب های مدهش و بارندگی بسیار شدید در ماه های اخیر بودین که دامنگیر مردم ما متاسفانه شد در 20 ولایت کشور.
روند کمک رسانی ما از امو آوان سیلاب ها ادامه داشت، ولی ما در این روز یک مقدار متفاوت با روزهای قبل روند توزیع ما را تنظیم کرده بودیم. این که ما از جایی که مشخص است در آستانه برگزاری و یا هم تجلیل از 100مین سال روز استرداد و استقلال کشور قرار داریم، و اول لحاظ خواستیم که ما در واقع به نحو حرمتگذاری و یا هم تجلیل از این روز را در نظر بگیریم، معیار 100 نفر خانواده، 100 خانواده را قرار دادیم در 34 ولایت کشور که باید برایشان در هر ولایت به 100 خانواده کمک صورت بگیره. این کمک ها، یعنی ما در هر ولایت بر اساس پلانی که داریم، برنامه‌ای که داریم، گزارشاتی که جمع‌آوری کردیم، سرویایی که صورت گرفته، ما هنوز هم به تعدادی از خانواده‌هایی که کمک‌های ما در جریان حادثه یا هم پس از او صورت نگرفته بود، خواستیم اونا را هم به نحو تکمیل بکنیم و تحت پوشش قرار بدیم. اما 100 خانواده است، کسانی که زیانمند شدن شاید کمک‌هایی را که شما برای اونا انجام میتین بسنده هم نباشه. ببینین شما، ای گفتم نه ختم کار ماست و نه آغاز کار ماست که ما یعنی تازه ای کار را کرده باشیم. این کمک رسانی ما تنها برای متضررین سیلاب ها از 12 حوت سال 97 آغاز شده، هنوز هم ادامه داره و در آینده هم ادامه خواهد داشت. شما ببینید ما تنها به بیشتر از 52,000 خانواده را مواد غذایی توزیع کردیم از 12 حوت الی اکنون، و برای بیشتر از 25,000 خانواده مواد غیر غذایی توزیع کردیم و بالای 11,000 خانواده را پول نقد توزیع کردیم. اینا خانواده‌ای بودند که خانه‌هایشان به صورت کلی تخریب بود، به صورت قسمی تخریب بود، یا هم شهدایی که از اثر سیلاب‌های مدهش شهید شده بودند، یا هم از اثر جنگ‌های داخلی که ما در ولایات بادغیس، غور، در واقع فاریاب شاهدش بودیم، ولسوالی‌های شیرین تگاب مثل بالامرغاب ولایت بادغیس به این شکل. اما قسمی که گفتم گزارش را جمع‌آوری کرده بودیم، ما در هر ولایت به حد اقل پلان ما این بود که به 200-300 خانواده باید کمک صورت بگیره. بعضی از ولایت ما 700 خانواده پلان بود، اما ما گفتیم در یک روزی که میخواین توزیع را آغاز بکنیم برای ایسای مبارزه با حوادث ولایتی، ما گفتیم 100 خانواده را در یک روز باید توزیع شود، و این به دلیل از اینکه ما هم بتانیم برای خانواده‌های آسیب دیده کمک بکنیم و هم به نحوی از 100مین سال روز استرداد استقلال کشور تجلیل بکنیم. از این خاطر از 19 در واقع از 18 سال از 18 ماه سرطانی که امروز قرار داشتیم آغاز کردیم پروسه را از ولایت کابل توسط محترم معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در ریاست مبارزه با حوادث ولایت کابل آغاز شد و این به 34 ولایت کشور ادامه داره الا تاریخ 25 سرطان که امیر روند 100 خانواده کمک باید شود تمام شود. این به این معنا نیست که ما کلا کمک رسانی خود ما را یعنی خاتمه میدیم، در حالی که ادامه داره، پلان داریم، برنامه داریم که ما در هر ولایتی که بیشتر آسیب دیدن شاید بیشتر از 400 500 600 خانواده را تحت پوشش قرار بدیم. اما این متفاوت تر بود و به لحاظ از اینکه شما مطرح کردین که ما چیم بسته های غذایی را توزیع کردیم، مواد غذایی ما شامل آرد، برنج و این مسائل میشد، مواد غیر غذایی که تای صحی بود، که بستای آشپزخانه و همچنان عدد سطل و این مسائلی که شما هم در گزارش به نشر رساندین متوجه شدیم، اینی مسائل بود که توزیع شد. اما مشخص نیست که پکیج ها در تمام ولایات توزیع شد. امین بسته های کمکی که شما مد نظر گرفتین و در حال حاضر به خانواده ها هم توزیع کردین، از دید خود شما بسنده است؟ به کسانی که زیانمند شده، به کسانی که شاید همه دار نادار شده سر از این سیلاب ها از دست داده باشن، نه تنها اگر کابل اینا زیانمند شده باشن، اندک باشه در ولایت ها که بیشتر بودن. ببینید شما، این کمک ها یعنی تنها امینا برشان کافی نبوده. هیچ زمان ما نگفتیم که کمک هایی را که ما انجام میدیم در واقع این بسنده و کافی به تمام متضررین حوادث است، بلکه به نحو ما هم نیازمندی های اولی از اونا را مرفوع می سازیم. جدا از این که با ما WFP و IUM این مؤسسات محترمی که فعالیت می کنن، اینا هم کمک رسانه خود دارن. همین اکنون هم در هماهنگی با مؤسسات امداد رسان و املال ما در نظر داریم که کمک های خود بیشتر بسازیم و اون قسمی که شما در سیلاب های مدهشه که در چندین مرحله شاهدش بودیم کمک رسانی صورت گرفت. یعنی ما پول نقد ما دقیقا که 15,000 افغانی برای خانواده که کلا خانهایشان تخریب شده است، و این 15,000 افغانی دقیقا که چیزی برشان نمیشه. اما ما در هماهنگی با مؤسسات، هر مؤسسه حداقل 25,000 افغانی و حد اکثر
170,000 افغانی برشان توزیع میکنه، اونا را در نظر گرفته این کمک ها را آغاز کردیم. حالا ببینید شما، ما اگر برنج و روغن و آردی مسائل را توزیع کردیم در مواد غذایی، مواد غیر غذایی هم کتای سیهی یا کتای آشپزخانه، در کنار ما مؤسسات امدادرسان به املال نیز فعالیت های خود را دارن، کمک های خود را برشان میرسانن که مثل روغن است، البسه فصلی است برای خانواده هایی که بیجا میشن، خیمه است. این مسائل است. ما یک مسئله میخوام از شما بپرسم. ما زمانی که این سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان که در حدود 17 ولایت در نخست بود ما شاهدش بودیم، یکی از بده های خود وزارت شما همین بود که کسانی که خانه هاشون به طور کلی ویران شده در هماهنگی با وزارت شهرسازی به اینا خانه داده خواهد شد، نمره داده خواهد شد تا اینا حداقل بتونن که در اونجا دوباره پس خانه شون آباد بکنن. واقعا این چنین کار صورت گرفت؟ ما این کار را ببینین، اولی که ماهیت کاری ما متفاوت است. ما اداره ملی مبارزه با حوادث در 72 ساعت اول حادثه برشان رسیدگی میکنه. پس از او ما تمامی برنامه خود را و آمار ارقامی که از متضررین رویداد داریم این را با وزارت خانه زیربط شریک میسازیم. قسمی که در کنار خود ما کمیسیون عالی دولت مبارزه با حوادث داریم، در اونجا وزارت شهرسازی عضو است، امور مهاجرین عضویت داره، در واقع اراضی که حالا وصل است با شهرسازی اونا عضویت دارن، در تبانی با اونا فعالیت میکنه. ما در ولایت فرا شاهد بودن، اونجا زمین ها مشخص شد برای 1000 خانواده نمره توزیع شده و روی ساخت و سازی از اونو کار آغاز شده. در ولایت بدخشان از اثر لغزش مدن و تپه‌هایی که در گذشته و در ماه پسین صورت گرفت به اونا هم در نظر گرفته شده، به یک تعدادشان زمین ها توزیع شد، یک تعدادشان که قابل برگشت به خانواده‌هایشان بودن پول توزیع شد برشان که حداقل بتونن احیای مجدد را در کنار فرادکان و بعدهای دیگر هم این کار شما صورت گرفتن. بدخشان در فرا آغاز شد، ولی ولایات دیگه ما به او پیمانه نبودن که اینا قابل برگشت نباشند. ولایات دیگه قابل برگشت بوده. در اما فرا... در بادغیز که شما شاهد بودین، در غور که شما شاهد بودین، در بادغیز در غور به گونه نیستن که اونا برگشت نمیکنن. جنگ های داخلی است، الهی که خاتمه پیدا بکنه پس دوباره به جایشان جای اصلیشان برن. ما در ولایت بادغیز و هرات و همچنان غور یک کار متفاوت دیگه کردیم که زمین های دولتی را موقتی، کمپای موقت ایجاد کردیم برای 5 سال. بلد. هر خانواده ای که از اثر حوادث طبیعی و غیر طبیعی بیجا میشن میتونن از یک روز الی 5 ساله که بیجا شده هستن در اونجا موقر شون و در واقع یعنی اقامت موقتی پیدا بکنن، الا که دوباره زمینه برگشتشان مساعد شه و جنگ‌های داخلی خاتمه پیدا بکنه یا هم احیای مجدد صورت بگیره برای خانه‌هایشان. ولی او قسمی که در ولایت بدخشان است، ولایت فرا است، در فرا مشکل این بود که ما کانال های شهری را میخواستیم وسط بودیم در امانگی با نهادهای زیربط، از او خاطر قابل زندگی دوباره برشان نبود. اجازه شهرسازی و شارولی ولایت فرا نمیداد که ما اگر کانال های شهری را وسط نتیم بارها شاهد همچه فاجعه میباشیم. از او خاطر ما برشان زمینی دیگه را مساعد ساختیم. شما شاهد جلسات سوق اداره بودین که از سوی جناب محترم وزیر صاحب دولت در مورد رسیدگی به حوادث اداره میشد، در اونجا نهایی شد طرحش، بودجهش نهایی شد، همه مشکلات از این حل است. در ولایت بدخشان زمینا برای یک تعداد زیاد توزیع شد در محلات دیگه که به لحاظ حوادث طبیعی مسئولیت نسبی داره و به لحاظ جنگ‌های داخلی هم مسئولیت داره. اینی کارهایی بود که در دو ولایت صورت گرفت و سایر ولایات ما احیای مجدد کارش آغاز شده. بله، خیلی زمین به عنوان سال آخر می‌خوام بپرسم که چقدر بودجه در حال حاضر در اختیار شما قرار داره؟ اگر باز هم ما به جاشدای داخلی می‌داشته باشیم، چه از اثر ناامنی‌ها باشه، چه از اثر سیلاب‌ها باشه، شما بتونین که به گونه درست رسیدگی بکنین. خیلی کوتاه. ببینین شما، ما خب هم قسم که شاهد هستین در ختم سال 2018 18 استراتژی ملی کاهش خطرپذیری حوادث را نمایی کردیم که استراتژی 10 ساله است. در قالب از او پلان های مقطعی متعدد ساختیم، از جمله پلان خشکسالی، مبارزه با خشکسالی، پلان مقابله با سیلاب ها. اینی مواردی بود که ساخته شد. بر اساس از او ما بودجه خود مشخص ساختیم که در حدود 1 میلیارد افغانی در این سال 98 داریم، 40 میلیون از او برمیگرده به پروژه های وقایعی ما، جدا از اینکه مؤسسات امدادرسان و امنال با ما همکار هستند. تشکر، سپاس از اینکه ما رو گرفتین. خیلی سپاس از شما. فکر هم وقفه. ادامه یه برنامه بازار. موسم برداشت تربوز رو به پایان یافتن است، اما مشکل نبود بازار مناسب و بهای پایین این فراورده حل نشده برجا مانده است. پس
کشاورزان ولایت های فرا، نیمروز و هلمند این بار ننگرهار از کاهش بی‌پیشنه بهای تربوز کشاورزان در این ولایت شکایت دارند. در این حال ریاست زراعت و آبیاری ننگرهار افزایش تولیدات تربوز را در این ولایت یکی از علت‌های کاهش بهایان می‌گوید. پالیس های تربوز در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار. پالیسداران میگویند که هر کیلو تربوز را با بهای 4 افغانی میفروشند. پیش از این هیچگاه فراورده هایشان را به این بها نفروختند. دست خاص دغه نشته مزدور په کار اول شي سره شي دوایان شي وزن دغه شي خپل توان نم سوچنل نراجي ګ خپل خو لکه د روجي په پرتله باندې گاډي چې ورس پورس پاتل لزر نو نظر او پنځل لزر نو سره ښکته کی ورس ته ورځ ریټ خرابېږي کیلو مخ کې چې وا ګران وا خو شي د کیلو تقریبا 100 افغاني تراغلی دا پولیسداران این ولسوالی میگویند که تولیدات شان امسال افزایش یافته است. آنان از حکومت می‌خواهند که زمینه‌ها را برای فروش فراورده‌هایشان در بازارهای مناسب فراهم سازد. زمونږ په کامه کې د غندوانې ریټونه اوس داسې یو 3 افغانۍ او تا یا مطلب 2 افغانۍ او تا یا 1 افغانۍ او تا مونږ داسې ریټونه راولیدلې دي. نو مونږ د حکومت نه دا غواړو چې دې تخپل ریټونه دې وټاکي ځکه مونږ هم په تاوان کې او والیز والا هم په تاوان کې. در همین حال ریاست زراعت و آبیاری ننگرهار میگوید که امسال در این ولایت بر گستره 26000 هکتار زمین تربوز کش شده است و فرارده های آن در مقایسه با پارسال 20% افزایش یافته است. تیر کال په تلر وجدره هکتار زک باندې اندوانی کرل شوی چې ساخ کال 26 وجدره پر هکتار زک باندې اندوانی کرل شوی دی او تیر کال حاصلات شاوخوا 15000 میټریک ټن او صح کله حکومت احصایه ورکړم چې لا تر اوسه موږ ته رسیدل ممکنه ده چې یو لک لزر میټریک ټن پورې حاصلات ورسیږي. به نظر میرسد که صادرات تربوز به بیرون از کشور راه حل برای معضل کاهش بی پیشنه بهای این فراورده در داخل کشور نبوده است، چنان که پس از صادرات یک محموله 40 تنی به آذربایجان از صادرات محموله 1000 تنی آن دیگر خبری نیست. اتاق تجارت و صنایع گفته است که در 4 سوی افغانستان همه کشورها خودشان تربوز تولید می کنند، از همین رو در این بخش باید راه حل در داخل کشور جستجو شود. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای سید قیاس سیدی، استاد دانشگاه. سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه. منان خیر روزی. ممنون. آقای سیدی، ما میریم به طرف از اینکه فصل برداشت تربوز به پایان میرسه، اما هنوز هم قیمت تربوز بهبود نیافته، هنوز هم ما بازار مناسب حکومت نتانسته که به تربوز افغانستان دریابد. علتش در چیه هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو تخنیکی همکاران او د ټولو نیوز درنو لیدونکو ته احترامات وړاندې کوم. یو شی چې افغانستان کې شتون نه لري هغه رښتیا ویل دي. دلته افغانستان په هره برخه کې اول شوی، په فساد کې اول شوی دی، په خیانت کې، په نامنۍ کې، هر شي کې. دغه یو شی ته چې دا نړیوال یو تحقیق وکړي چې دا دروغ کم ځای کې ډېر ویل کېږي، زه باوریم چې افغانستان به پکې اول شي. دلته هر دقیقه هر څوک استثنا پکې نشته، درواغ، چال، فریب. نو حکومتونو اوس هم په تیر نظام کې اوس هم همیشه خلکو ته لافې کړي دي، همیشه یې خلکو ته ویلي چې بس دا کو دا کو دا کو. هغه څه خلک نړیوال ګوري اوري چې هغوی ستاسو له طریقه، د میډیا له طریقه، د تلویزیونونو طریقه، د راډیو له طریقه اوري تبلیغات دي. خلک فکر کوي چې هر څه ګل ګلزار دي. ولې د بزګرانو لپاره کار نه شوی، د باغدارانو لپاره کار نه شوی؟ بل مهم ټکی دا دی چې افغانستان د زراعت یا د کرنې او مالدارۍ په هیواد مشهور دی. دا یو کرنیز هیواد دی، مګر د بزګر د پاره هیڅ کار نه شوی، د باغدار د پاره هیڅ کار نه شوی. دلته حکومت په کل کې وزیر صاحبان دي که مربوطه رئیسان دي که د نظام چارواکي دي، اوس هم او مخکې هم داسې نه چې اوس مخکې د کرزي صاحب نظام کې خلک ښه اوس نه، هلته هم فساد اوس هم شته. دوی یوازې خپلې چوکۍ ساتي، یوازې خپل محافظه کاری کوي. د خلکو غم ورسره نشته، د ولس غم ورسره نشته، د بزګر غم ورسره نشته. دوی همیشه وایي چې موږ سردخانې جوړ کړي. چېرته دې جوړې کړي؟ ما خو نه دي لیدلي. زه خو هم د دې وطن یو شاروان یم، زه خو دلته ګرځم، دلته په جریاناتو کې. چېرې دې سردخانې جوړې کړي؟ فقط خبرې دي. نړیوال مارکیټ
کوم ځکه دې جوړ کړ چې به هر خبره کې یو محموله تللی ده خو بس غال مغال جوړ کړی چې متبادل لار مو پیدا کړه همیشه امام تعریف کړی اوس هم کوم بیا هم کوم چې دا یو خله را ده مګر دا باید فعال شي دلته نامنی باید ورکه شي د قندار د کابل ترمنځ سړک باید جوړ شي هلته باید مسافرین په آرامه توګه سفر وکړي بخصوص سوداګر بخصوص تاجر دغه مال چې خوندی نه دغه ځان چې خوندی نه دغه د تولید لپاره چې مارکیټ نه نو تاسو وایئ چې هغه به کله کار وکړي د بزګر ګټه همدغه ده چې همدغه هندوانه ده همدغه مړی دي همدغه خټکی دي دا د بزګر دپاره لاسته راوړنه د حکومت وظیفه چیرې چې دوی ته باید نړیوال مارکیټ ولټوي نړیوال بازار ولټوي اما چرا حکومت همین مسؤلیت چه انجام نداده در حال حاضر در پالی ولایت های فرا نیمروز هلمند که ما شاهدش بودیم که کشاورزا شکایت داشتن از بابت این که بهای تربوز پایان است و نمیتونن که اینا به فروش برسونن اکنون در ننگرهار هم عین مشکل وجود داره و به صدای کشاورزان کس گوش نمیته همدا صدا دلته د دې تولیدات لپاره مارکیټینګ هم نشو په داخل کې هم نه شوی ډیره خلکو ته دا معلومات نشته چې فراکی مثلا اندوانی کې یالته کم فصل کې یالته کم فصل کې اوس خبره ده چې د فرانه هغه چا چې اندوانی کرلی دي کابل ته راوړي د موټر د کرانه د پوره کړل ته چې کله مارکیټ کې کوزی کړي هغه پیسې چې باید مارکیټ کې ترلاسه کړي پاغه باندې د دوه هغه د ترانسپورت مصرف نشو پوره کولای بینام ترانسپورت په ځای پرې خې د بیرته مس اوی تختیدلی بیرته په فرا کې یو من 15 افغانۍ خرڅوي پلس افغانۍ خرڅوي دا خو ظلم دی دا خو دا سبسایدی څه وخت قانون کې چې راغلی چې دلته د اقتصاد بازار دی دار یو دار دا خو څه نوځو بلاده کورانټ کې نه دی کنه حکومت مکلفیت لري په دلسه ماده کې دی ګوري چې حکومت باید د خلکو د مشکلاتو د غوی د اجتماعي مزایو په نظر کې نیولو سره باید قانون وځي کی دا سبسایدی اطمینه ده چې خصوصي تور سره چې مرسته وکي کومک ور سره وکي دغه دوانی باید په لوړ قیمت لکه څنګه د حکومت اخیسته وزارت زراعت باید کې کار کړی وي د اقتصاد وزارت باید کار کړی په لوړه کچا ارګ باید په دې کې کار کړی تاسو ګوري چې لکه د افغاني ارزښت چې دوی افغانستان بانک کې په هفته کې د 15 روزو کې نه پیغام چې 10 میلیونه 15 میلیونه ډالر بازار ته ارزښت کوي دا یو پټه خبره ده چې زه وزلته ونه کوم دا یو حقیقت دی د صرافان خبرې دي نه دنیا خبره دي نه نړیوال مرستودیان خبر دي نو چې کله د افغاني ثبات دوی په دغه ډول د افغانستان بانک ساتي دا به ورته یو ضرورت دی نو د دې اندوانو نرخ تم دغه شو ساتي حکومت په لوړه کچا ادارات ته دی واخلی مربوطه ادارو ته مونږ څه ضرورت لرو چې مونږ بهرني تولیدات لرو پردی مونږ خرو ام څه ضرورت ام غټور شه دی خو مګر چار وخت تازه میو غټور دی چار وخت خوري اصول دی چې تازه میو چې په هر وخت راوځي امغه کې غټم یاغه کې طبي فائدہ می قدرتي فائدہ می ولی په کل کې د خصوصي سکتور سره خصوصي سکتور دې ته مونږ نه وایو چې څو پښمیر تجاران یو څو ملنران یا غوی چې وطن ته کار کوي کني کوي نو می تاجر دي نو می سوداګر دي نو می صنعتکار دي فقط خصوصي خپل ګټو ته هغه ژوند دي د ملت یو لوس ګټور سر نشته بلکې خلک فکر کوي چې خصوصي سکتور دغه نه خصوصي سکتور دغه بزګر دي دا موټروان دي دا خیاط دي دا مختلف اسناب چې په افغانستان کې دي نو دا بزګر دا دهقان دا باغدار هم د حق لري چې د دو حکومت دا پیسې راوکړي لیلامه یار وخت یو خمس سال د لوی جرګې دایرولي تاسو یقین وکړئ چې سیاسيون د دې نه خبر نه دي سیاسيون خو فقط غریږي خبرې کوي اصلي معلومات ورته نشته لري وایي چې 15 میلیون ډالر مصرف شو 15 میلیون ډالر پاغي مصرف شوی دا چیرته لاړ کوم ځکه باید بس صدا کشاورزان شنیدل شو 15 میلیون ډالر خو باید د کشاورزان او د دهقانانو او د بزګران ته ورکړي وي تر څو د اقتصاد خشي د بزګر اقتصاد چې خشي وزه باوریم چې په د ننګرهار په ولایت کې په نوې کال ته خلک اندواني نه کوي فرا کې به نه کوي نور هم داسې مختلفې میوي حکومت باید دوی ته سپورت ورکړي حمایه ورکړي او د حکومت د چا د خلکو دی دا سرمایه د چاره د پیسې د چاره د بانک د چاره د خزانه د چاره د خلکو لپاره د حکومت حکومتي مسولین د دې لپاره فقط امینان دي او هغه امانت به خلکو ته په خپل وخورس تشکر سپاس از اینکه به نظر رفتن خلص سپاس از شما ادامه خبرها طرح ساخت یک بند آب در لبنان که انتظار می‌رود کمبود آب را در پایتخت این کشور جبران کند با مخالفت باشندگان محل روبرو است ساخته و بیش از 100 تن را به کام مرگ فرو برد
فعالان محیط زیست میگن که برای از میان برداشته شدن مشکل کمبود آب در بیروت باید راه دیگر سنجیده شود، نه اینکه یکی از دره‌های باستانی و زراعتی نابود شود. 10 سال می شود که در اینجا هستیم. زندگی ما همین زمین هستند. چیز دیگری نداریم. شما تمام این زمین ها را نابود می کنید تا یک ذخیره آب بسازید. منطقه را با 2000 سال پیشینه که جاگزینه ندارد نابود می سازید و برای همیشان را از دست می دهید. پاو امریکا ساختن بندها جلوگیری می شود. پس چرا در لبنان بند به این بزرگی ساخته شود؟ اما بانک جهانی می گوید که در کار ساختن بند که از هزینه 800 میلیون دلار می شود، مسئله مدیریت محیط زیست را در نظر گرفته خواهد شد. ما باید این مسئله را در چارچوب یک کشور و منطقه ببینیم. به گونه عام گفته نمی توانیم که یک چیز برای یک کشور کار می دهد و برای کشور دیگر کار نمی دهد. اماد بعینی یکی از باشنده های این محل است که رفته شماری از گردشگران را با وجود تمامی نگرانی ها بانک جهانی میگوید که بررسی ها درباره ساختن بند تکمیل نشدند، اما فعالان محیط زیست میگویند که در این باره یک نشست بزرگ برگزار خواهند کرد تا مانع ساخت بند آب در این منطقه شوند. سپاس که تا این دم بیننده بازار از ترونیوز بودید. فخش ما بخیر، خدا نگهدار.